یاران، همراهان و عزیزانی که ما را میشنوید و میبینید. امروز روز شنبه 25 بهمن 1399 برابر است با 13 فوریه 2021. برنامه امروز فراسوی گذار رو آغاز میکنیم با آقای سینا بستامی. درود بر شما آقای سینا بستامی. من هم درود میفرستم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز در هر جای دنیا. آقای بستامی عزیز، برنامه امروز رو آغاز میکنیم با اتفاقاتی که در آمریکا داره میگذره و طبق قراری که بود. خب صرف نظر از اتفاقاتی که افتاده و تحولات، میدونیم که چه اندازه تاثیرگذار هست روی جهان و همچنین ایران به خصوص. جالبه که گفته میشد خیلی بیشتر از این که آمریکایی‌ها علاقه‌مند باشن به انتخابات، ایرانی‌ها دنبال میکنن و من اینو کاملا دیدم هفته پیش، یعنی چند روز گذشته سرمایه سختی اومده که شما اطلاع دارید که در آمریکا و تصادفی بود. من دیدم که در همون فیلمی رو از اونجا برای من فرستادن که یک تصادفی رو در شهر دالاس در این اطراف داشت نشون میداد که من ندیده بودم. و اینکه عزیزان در واقع انقدر دنبال میکنن از هر اتفاقی که میفته، نشان داده یک چیزی هست، نشان دهنده اینه که واقعا آنچه که در اینجا میگذره تأثیر میذاره بر خیلی جوامع دیگه، کشورهای دیگه و از جمله کشور خود ما. و بی جهت هم نیست، به هر حال آمریکا در حقیقت بعد از جنگ جهانی دوم یک سیاستهای رو و اون دکترین آیزنهاور سیاستهایی رو در پیش گرفته که در واقع وظیفه خودش میدونسته که به اصطلاح در مقابل کمونیسم از کشورهای شرق محافظت بکنه و عرض کنم که به هر حال رجوال دکترین آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا در سالهای 1952 تا 60 بود، 8 سال صحبت خواهیم کرد، همون زمانی است که به هر حال 53 کودتای 28 مرداد چک میگیره. به هر حال مهمه دیگه، مهمه که تا این آخرین لحظاتی که رژیم شاه هم برقرار بود مسائل آمریکا، بعدش گروگانگیری و حاکمیت موجود، همه اینها دست به دست هم داده و توجه مردم ما رو بسیار بسیار جلب کرده به اصطلاح اون چه که در آمریکا میگذره. و اتفاقا برنامه ما اختصاص داره به این که از درون اینجا، از درون نظامش ما تصویر درستی به دست بدیم از این پدیده. پدیده ایست که در واقع سرزمینی که بیش از 500 سال از تغییرات موجودش نمیگذره، یعنی تا 500 سال پیش بومیای اینجا به تعداد بسیار کمی به صورت قبایل اولیه زندگی میکردن بدون هیچ گونه اختلاف طبقاتی و فقر و ثروت و اینا، همه مثل هم بودن. و بعد با مهاجرت اروپاییان به ویژه و بعد در واقع مهاجرت اروپاییان به اینجا و آوردن در واقع اون چی که میشود گفت تمدن به این سرزمین وسیع، اون شکل گذشته رو در واقع نابود کردن از لحاظ جمعیتی. و ما میدونیم فقط میشه گفت که تعداد بسیار بسیار کمی از بومیا وجود دارن در آمریکا و دیگه اونو حالا شاید در یک فرصتی بهش بپردازیم و شما بهش بپردازید، سرنوشت بومیان اصلی اینجا که به نام هندوها یا ایندیان یا در واقع گفته میشه سرخپوست. این واژه رو من زیاد موافق نیستم، ولی به هر حال بومیان اولیه که در اینجا زندگی میکردن. و بعد مسئله دیگه بردهداری، یه در واقع 400 سال پیش بعد از بین بردن بردهداری در اینجا آغاز شد و مبارزات اینجا را، این مبارزات اجتماعی میدانیم که اول ماه مه در آمریکا اتفاق افتاد، 8 مارس در آفریقا مبارزات زنان، مبارزات برای استقلال، برای
کنفدراسیون یا در حقیقت به اصطلاح مشروطه استقلال، همه اینا مسائلی است که آمریکا پشت سر گذاشته تا به این نقطه رسیده. سیاست‌های تجاوزکارانه بعد از جنگ دوم جهانی، حمله به ویتنام و دخالت‌های اون، اتفاقاتی که بعد در درون اینجا افتاده، مجموعه اینا اینو به ما میده که این پدیده رو بسیار دقیق‌تر، عمیق‌تر باید نگاه کرد. نظر شما در این زمینه چیه؟ بفرمایید. درست میفرمایید. تاریخ آمریکا مثل تاریخ خیلی از کشورهای دیگه، تاریخیه که خیلی پیچیده است، تاریخی که بعضن تاریخ دراز مدتی هم هست. همونطور که گفتین، این قضیه کسایی که اینجا زندگی میکردن، بومیان آمریکا، 10,000 سال قدمت داره. خیلی قبایل متفاوت اینجا زندگی میکردن و حتی قبل از 1492 در واقع که کریستوفر کولومبوس، البته برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن، کریستوفر کولومبوس به آمریکا نیامد، در واقع تو جزایری که جنوب شرقی آمریکا هستن اولین بار وارد شد. کوبا دو جزوه از کشورهای اولیه‌ای بود که کریس کولومبوس وارد شد. ولی خب انگلیسی‌ها به قول معروف وقتی که در 1600 میلادی دیگه در آمریکا به قول معروف به قدرت نسبی رسیده بودن، یعنی وقتی که اینجا تعدادشون زیاد شد، اولین کشتی که اکچولی توی آمریکا اومد اسمش هست میفلاور، هست اسمش که به قول معروف سفیدای آمریکایی و سفیدای انگلیسی رو ببخشید به آمریکای شمالی آورد. اولین باری که سفیدای اروپایی به آمریکا اومدن 1492 به خود کشور آمریکا، به آمریکای شمالی نیومدن، در واقع به آمریکای مرکزی وارد شدن. این 200 سالی که بین به قول معروف اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها وقتی که رسیدن به آمریکای مرکزی و انگلیسی‌ها و هلندی‌ها که به آمریکای شمالی اومدن، تاریخ خیلی پیچیده ایه. این آدم ها با هم ارتباط داشتن، با هم تجارت میکردن. 1620 اولین کشتی که به قول معروف بردهداری رو، اولین سیاهای آمریکا 1620 وارد آمریکا میشن و از اون موقع به بعد این سلطه و در واقع کشتار بومیای آمریکا و سیاهایی که به آمریکا وارد میشن شروع میکنه شکل گرفتن. باید در نظر داشته باشیم، حالا همونطور که فرمودین، این بحث تاریخی آمریکا بحث خیلی پیچیده یه، به خاطر اینکه یکی از دلایلی که آمریکا انقدر قدرتمند شد در قبل از حتی جنگ جهانی دوم، اونطوری که اینا با انگلیس‌ها در واقع جنگ استقلال آمریکا در مقابل انگلیس‌ها و دلیلی که برنده شدن، خیلیش مربوط میشه به بردهداری و اینکه این کشور واقعاً ثروت بی اندازه و اندوخت در به خاطر برده داری، به خاطر که خب پول به کارگراشون نمیدادن، یعنی هرچی در میومد سود خالص بود و این باعث شد که حتی در 1800 آمریکا یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا باشه. جنگ داخلی آمریکا که خیلی ها فکر میکنن بر سر برده داری بود، البته بر سر برده داری بود، ولی بر سر برده داری بود به خاطر اینکه ایالت‌های شمالی اعتراض کردن به اینکه شما نمیتونی انقدر پول داشته باشی و کارگراتون رو پول ندید، به خاطر اینکه ایالت‌های شمالی ایالت‌هایی بودن که صنعتی بودن، آهن، نمیدونم چیزایی که مربوط به صنعت بود داشتن و ایالت‌های جنوبی کشاورزی بودن و ایالت‌های کشاورزی برده دار بودن و هیچ پولی به کارگرهای خودشون نمیدادن، ولی ایالت‌های شمالی مجبور بودن به کارگرهاشون پول بدن به خاطر اینکه کارگرهایی که تو ایالت‌های شمالی کار میکردن بعضن پروفشنال‌تر بودن، یعنی کاری که انجام میدادن کاری بود که هر کسی نمیتونست انجام بده، برخلاف کار کشاورزی که هر کسی رو میکشیدن میآوردن توی زمیناشون، به هر حال یه داسی یه چیزی میدادن دستش، میگفتن درو بکن یا کارایی رو بکن، کشاورزا میتونست انجام بدن. یکی از دلایل مهم جنگ داخلی آمریکا این بود که این ثروتی که کشور ایالت‌های جنوبی اندوخته بودن خیلی بیشتر بود. همینطوری اینو که ادامه بدیم به جنگ جهانی دوم برسیم، خب یکی از دلایل این ثروت بی‌نهایت رو به اضافه این انجام بدید که در جنگ جهانی دوم آمریکا هیچ اتفاق خاصی براش نیفتاد، یعنی کشور آمریکا مورد حمله قرار نگرفت. حتی این قضیه پرل هاربر که در واقع آمریکا رو کشوند به داخل جنگ جهانی دوم، در آمریکا اتفاق نیفتاد، در هاوایی اتفاق افتاد که 1000 کیلومتر اونور وسط دریا و
آمریکا فقط در واقع اونجا هم تصاحب کرده بود با سیاست‌های تصاحبگرانه، با سیاست‌های امپریالیستی، اینکه این جزایر رو تصرف کرد، مردم بومی از کار برکنار کرد و وقتی که ژاپنی‌ها حمله کردن به اون جزیره، اینو به خودش گرفت که وارد جنگ جهانی دوم بشه، در حالی که اروپا برخلاف آمریکا در واقع از یعنی با خاک almost یکسان شده بود. یعنی کشورهای عکس‌های مثلا برلین رو من داشتم نگاه می‌کردم یا عکس‌های جاهای دیگه آلمان رو داشتم نگاه می‌کردم زنگ جهانی دوم، قشنگ با خاک یکسان شده. یعنی هیچ فرقی با هومز و جاهای دیگه سوریه امروز شباهتشون خیلی نزدیکه. اینا اون چیزاییه که در واقع میتونیم و باید در موردش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه فهمیدن اینکه چرا آمریکا اون کاری رو الان داره انجام میده تو دنیا که آمریکا الان داره انجام میده، حالا لشکرکشی به عراق، بمباران کردن افغانستان، نمیدونم شاخشونه کشیدن توی اوکراین به روسیه است، همه اینا جنبه‌هایی داره که میشه جنبه‌های تاریخیشو بررسی کرد و به قول معروف فهمید که چرا آمریکا امروز این چیزی هست که امروزه. باید بر فقط میشه بر اساس مطالعات تاریخی که این مطالعات تاریخی رو در زمینه ژئوپلیتیکی که الان به قول معروف این کارهایی که دارن میکنن، وقتی که این دوتا رو با هم هماهنگ میکنیم میفهمیم که چرا آمریکا این کار که داره میکنه. و این به ما همونطوری که میفهمیم در واقع عمل کرد امروز آمریکا رو، میتونیم پیشبینی هم بکنیم که آمریکا چه کارهایی خواهد کرد بر اساس تاریخش و عمل کرده امروزش، میشه تا حدودی پیش بینی کرد اعمال آمریکا رو در آینده حتی. بسیار درسته. البته مقدمه‌ای بود برای اینکه برنامه‌های آینده رو بخوایم پیش ببریم، که در واقع آمریکا یک پدیده است. پدیده است با ویژگی‌های خود. دیگر نمی‌شود مثلا با تعریف گذشته، تعریفی که بیشتر قطعا جنبه غیر علمی داره، نگاه کرد به این پدیده. یک پدیده است، پدیده ایالات متحده آمریکا فقط یک دولت سرمایه‌داری نیست صرفا، گرچه شکل خاص سرمایه‌داری در اینجا در حقیقت به نقطه رسونده که در یک دوره‌ای سرکردگی داشت، هژمونی داشت در سراسر جهان. و این یک علت اینه که این هژمونی داره از بین میره. این هژمونی هم در حقیقت در اثر تحولات داخلی خود آمریکا رسونده بودش، نه اینکه مثلا فرض بفرمایید فقط گفته بشه تکوین مثلا کشور فرانسه، دولت فرانسه و یا انگلستان و یا عرض کنم ایتالیا، کشورهای شرق و شرق دور، یا به عبارت دیگه همه اینها یک چیز رو به حساب نشون میده، و اون این است که ما در یک نقطه قرار داریم. ما در یک نقطه قرار داریم که در اون نقطه این پدیده رو عمیق‌تر باید مطالعه کرد. صد. ما دارید میبینید که انسان‌هایی که در ایران زندگی میکنند و حکومت رو در دست دارند، در یک دوره‌ای اوائل کار با شعار مرگ بر آمریکا در واقع کارای جنایتکارانه خودشون علیه مردم پیش بردن. خیلی جالبه و در حقیقت همین الان هم نشون میدن و میگویند که مرگ بر آمریکا میگویند ولی در حقیقت بیشترین کمک رو به سیاست‌های تجاوزکارانه اون بخش از جریان حاکم که میخواد جهان رو در جنگ، در وضعیت بد اقتصادی نگه داره و استفاده های زیادی ببره انجام میده. این مسئله است که ما نگاهی نو اصلا نه فقط به پدیده آمریکا بلکه به پدیده جهان انجام بدیم، با تحلیل هایی که در گذشته مربوط به شرایط خاص گذشته بود نمیشود، مثلا تحلیل های مذهبی، تحلیل های صرف ایدئولوژیک، بلکه این تحلیل ها باید کاملا جنبه علمی و در واقع بر بنیاد دانش بررسی پدیده، سیر تکوینش
عوامل اصلی، عوامل درونی به خصوص داشته باشه. در واقع این رو باید به این شکل نگاه کرد و نه فکر به شکل آن شکلی که در مطرح میشه در همه جا و میخواد قضیه رو جوری فقط مسائل ایدئولوژیک و مسائل این نشون بده و مسائل فرهنگی و غیره وزاره. این فرهنگ هم یعنی فرهنگ نجات پرستی در واقع فرهنگ بردهداری، برآمدن فرهنگ بردهداری و بردهداری همونجوری که به درستی اشاره کردید، داشتن برده ثروت بوده، اتفاقا کمتر به این مسئله پرداخته شده. یعنی تکاسف سرمایه در به خصوص در ایالات جنوبی، در ایالات شمالی هم بوده ها، نه اینکه نبوده، منتها بخش صنعتی بوده، اینجا چون بخش کشاورزی بوده. یعنی به عبارت دیگه سرمایه داری که در اروپا نوعی به نوعی پیشرفتش کنتر شد، سرزمین وسیعی با امکانات بسیار گسترده، تنها چیزی که احتیاج داشت نیروی کار بود، نیروی کار بود و به همین دلیل بردهداری دوباره احیا شد. بردهداری که مال دوران مثلا دوران اولیه زندگی اجتماعی بشره دوباره احیا شد. و جالبه که این دکتر بگم و که در حقیقت رأی گیری بر اساس داشتن برده بود. یعنی یه نفر اگر 100 تا چیز داشت در اون کنگره اولیه قبل از استقلال و قبل از به اصطلاح مشروطه، اون زمان مشروطه نوعی چیزی که در تاریخ آمریکا به تاریخ مشروطه اطلاق شده و شکل موجود رو هم از اونجا عملا از اونجا اقتباس شده که در حال حاضر در حزب جمهوری خواه که محافظه‌کاران هستند، در واقع اینها کسانی هستند که به قدرت قاهری دولت باور دارند و در واقع دموکراسی در مقابل اینهاست. و جالب اینجاست که حتما در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد که چگونه بردهداران تبدیل شدند و بردهداران ایالت جنوبی عملا در حزب جمهوری خواه که از نظر اونا جمهوری یک جمهوری مشروطه است، یعنی قدرت قانون باید حاکمیت داشته باشه و بی جهت نیست که حزب جمهوری خواه فعلی من در واقع مرکز محافظه‌کارانی است که در نسبت به مردم و نسبت به جامعه، نسبت به کشورهای دیگر نگاه کهنه و بردهدارانه دارد و نجات پرستانه. این همینجوری نیست که فقط با ترامپ وجود آمده باشه. سپاسگزارم از شما. پس این وعده رو ما به عزیزان میدیم که این مسائل رو دقیق‌تر نگاه خواهیم کرد، برای اینکه اگر نتوان مبارزین و کنشگران نتوانند تحلیل درست از مسائل دنیا به دست بدهند در درجه اول کل جهان و همچنین داخل کشور، قادر نخواهند بود راه های رو ارائه بدن و انتظار داشته باشند که گفته هاشون، تحلیل هاشون با واقعیت منطبق بکنه و بشود کمک کرد به اینکه جهان رو محل بهتری برای زندگی انسان ها بسازیم. سپاسگزارم از شما آقای بسامی. اگر صحبتی دارید بفرمایید، در آخر برنامه بفرمایید. منم سپاسگزارم و به امید دیدار که بتونیم این تاریخ پیچیده آمریکا رو بیشتر بررسی کنیم. بله، سپاسگزارم از شما دوستان عزیز. بدرود میگم با همه شما. تا برنامه دیگر با سینا بسامی، برنامه امروز فراسوی گذار به دموکراسی و داد. پاینده و سرفراز باشید.